Do we need to push anything? No. 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 Okay. And then we just go backwards. Yeah, just like smiling. Okay. Great. توی اون لانجش میتونی همه من بگیری دوش تو فرودگاه خیلی بایده خستگی آدم قشنگ و خستگی سفر رو درم میارم من دوش بیرم بیارم عالی اینجا میتونید که کیف و وسایلتون رو نگه دارید یا صندوقچه میدن به کلید و بدون هیچ مشکلی من یه ساعت و 10 دقیقه دیگه پروازم یه تور کوچولو اینجا بهتون بدم خیلی روک بهتون بگم من فکر میکردم که بیزنس لوفتانزا خیلی فنسی تر از این حرفا باشه 90 نفر اینجا هستن چجور بیزنسیه زیتون بزن آلمان مثل این که یه قانون جدیدی گذاشته حالا نمیدونم اونقدر جدیده یا نه ولی از آدم ها مثل این که تو پابلیک نمیتونی فیلم برداری کنی واسه من تو این فرودگاه تو این لانج بیزنس دنبال یه جایی میگشتم که بتونم با تو صحبت کنم بیاد براتون توضیح بدم که چطوری واقعا میتونید با 400 دلار یه بلیت فرست کلاس بگیرید همیشه کار نمیکنه ولی اگه این تیکت رو اینجا نگاه کنید شماره 81 A همون 1 A این بیزنس کلاس قسمت بالای هواپیما توی آپر تک بهش میگن اون تیکت هواپیما گوی پیکر نگاه میکنید این بوینگ 747-800 آیه بلیت این صندلی حدود 8900 دلاره اگه بخواید همینجوریش بگیرید ولی چطوری میشه کم از اینش کرد بیاد اینجا هم بسیه پرایوسیه تلفن زنگ زدن و ایناست جای بدی نیست واسه فیلم برداری کردم یادتون هست یه دونه ویدیو ساخته بودم در مورد کردت کارت توضیح دادم بهتون که کردت سکورتون چجوری بگید بالا کردت کارتتون بگید بالا چه کارت هایی بگیرید آخر این ویدیو لینکش میدم اگه ندید ببینین واسه این که بتونید خیلی خیلی ارزون بلیت هواپیما بگیرید بد نیست کردت کارت هایی بگیرید که هر موقعی که شما خرج میکنید یه دونه به شما مایل بده معمولا اول باز کردن این کردت کارت ها به شما یه بونس مایلی میدن اون چیزی که من باز کرده بودم 65000 مایل به من داده بود اگر توی 3 ماه اول 3000 دلار خرج میکردم اینجا واسه خواب و اینا چجور بیزنس کلاسیه که پرایوسی نداره اصلا یونایتد موقعی که ساین اپ میکنید واسه این کارتش که یک کردت اسکور خوب میخواد اولش بهتون 65000 تومان میده بعد که به مرور زمان همینطور که خرج میکنید واسه هر خرجی که میکنید یک دلار بین 1 تا 5 مایل دوباره بهتون اضافه میکنه کاری که شده بود من توی این چند ماه 6-7 ماه گذشته که سفر میکردم مایلجام رسیده بود به یه جای نزدیک 77000 تا بعد شما واسه اینکه بتونید فرست کلاس بگیرید حدوداً 88000 تا نیاز دارید خلاصه اینکه رو وبسایتش میتونید دوباره اون 10000 مایلی که نیاز داری رو بگیرید 10000 مایلش که یه 4000 تا هم بونس بهتون میده یعنی 10000 تا که می‌خرید 4000 تا اضافه میده میشه 14000 تا اون 14000 تا اضافه که من خریدم حدود 415 دلار اضافه تر شد بیشترش هم به خاطر تکس و فی و اینجور چیزاست ولی خود مایلش خیلی خرجی نداره خریدنش و اینجوری میتونید که اون تیکتتون رو یا آپدیتش کنید به فرست کلاس یا اینکه مستقیما یه فرست کلاس بگیرید دو سه تا تریک هست بیاد بهتون یاد بدم که چطوری میتونید تو لحظه آخر هواپیماتون رو فرست کلاس کنید بعدم از اینجا من میرم بیرون که ببینم تو هواپیما شاید بتونم یه تور فرست کلاسشو بهتون نشون بدم
تریک اول این که تو لحظه آخر بلیتتون رو چکین نکنید و قبلش چند ساعت قبل یا یک روز دو روز قبلش بیاد یه سر بزنید ببینید که هواپیما جای خالی داره، صندلی خالی داره. معمولا وقتی که صندلی خالی داشته باشه یکی دو روز آخر قبل از پرواز قیمت‌ها به شدت میان پایین و فرست کلاس رو خیلی خیلی ارزونش میکنن. اینجوری میتونید یه جورایی اونو بگیرید خیلی ارزون. دو یه چیزی وجود داره به نام میکست کابین. همون یه توی بلیتاتون یه چیزی به نام میکست کابین دیدید، یعنی اینکه پروازتون یه جایی لی اوور داره. مثل من که از استانبول اومدم فرانکفورت، از فرانکفورت دارم میرم نیویورک، هر وقت اونو دیدید اون کلمه، یعنی اینکه یه دونه از پروازها معمولا پروازی که کوچولوتره شما فرست کلاس نیستید. مثلا این پروازی که من اومدم یه خود جلوتر نشسته بودم، مثلا عدد 9 بود، سنش 9، ولی این پروازم فرست کلاس. همون میکس کابین هم دیدید اونا فوق العاده هستن واسه اینکه بتونن دیلای خیلی خوب بگیرید. سه تا نیویورک تایمز برداشتم چرا من. واقعا از آلمان و لوفتانزا انتظار بیشتری میرفت واسه بیزنس لانجش. ولی اوکی بود. منم اون بالای بالا اینجا توی این پنجره اولم، مثل اینکه یه رو دیگه میپریم. هلو اینجا نها کن کابین خلبان. این هم منظر یه رو برو توی این فرست کلاس. پس اینکه امکانات زیادی خیلی نیست، ولی همون دیرین که مشروع در گلی اگه کسی میخوره غذا چند تا، و اینکه این اصلا مهمترین تختش کاملا صندلی شکل تخت هم میاد که میتونی بخوابی. پرایویسی اونا نداری خیلی مثل فرست کلاس دیگه، ولی باله دیگه مثل 400 دلار. دستمالا میدن دیدی پنی سانیم استفاده میکنی دیگه نمیدید چیکار کنی باش. جدیدش قراره مثل اینکه بیاد چاله. تختش اینجوری بخواه خیلی باید. لطفاً
اگه تا اینجا خوشتون اومده سابسکرایب کنید، ممنون میشم. در ارتفاع 35000 پایی دیگه ازتون میخوام که لطفا سابسکرایب کنید. من یه چورت دیگه بزنم فعلا نمیتونم. قضیه که 14 سال پیش من با 20 یورو اومدم تو این شهر، الان از یه فرست کلاس دارم میام بیرون، جالبه. خوده اولی هم نیست ولی باحاله.